فضیلت‌های ناچیز، نویسنده ناتالیا گینزبورگ. تا آنجا که مربوط به تربیت بچه ها می شود، فکر می کنم که به آنها نباید فضیلت‌های ناچیز، بلکه باید فضیلت‌های بزرگ را آموخت. نه صرف جویی را، که سخاوت را و بی تفاوتی نسبت به پول را، نه احتیاط را که شهامت و حقیر شمردن خطر را، نه زیرکی را که صراحت و عشق به واقعیت را، نه سیاست بازی را که عشق به هم نوع و فداکاری را، نه آرزوی توفیق را که آرزوی بودن و دانستن را. اما معمولاً برعکس عمل می کنیم. در آموختن احترام به فضیلت‌های ناچیز شتاب می‌کنیم و بر آن تمام قواعد تربیتیمان را بنا می‌کنیم. بنابراین راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنیم، چون که فضیلت‌های ناچیز هیچ خطر مادی در بر ندارد، بلکه برعکس منافع را حفظ می‌کند. از آموزش فضیلت‌های بزرگ سر باز می‌زنیم و با وجود این به آنها عشق می‌ورزیم و دلمان می‌خواهد که فرزندانمان آنها را دارا باشند. اما امیدوار می‌مانیم که در آینده به طور خود انگیخته در روح آنان پدید آید و به طور غریزی کسبشان کنند، در حالی که آنهای دیگر ناچیزها به نظرمان محصول تعمق و حساب و کتابند و بنابراین فکر می‌کنیم که قطعاً باید آموزش داده شوند. در واقع تفاوتش فقط ظاهری است. فضیلت‌های ناچیز هم از عمق غریزه من سرچشمه می‌گیرد، از غریزه دفاع، اما در آنها عقل وکیل کارآزموده امنیت شخصی سخن می‌گوید، قضاوت می‌کند و مباحثه می‌کند. فضیلت‌های بزرگ از غریزه‌ای که عقل در آن سخن نمی‌گوید فوران می‌کند، غریزه‌ای که به نظرم به سختی می‌توان بر آن نامی گذاشت و صلاح ما در آن غریزه خاموش است و نه در غریزه دفاعمان که استنتاج می‌کند، قضاوت می‌کند و با استدلال مباحثه می‌کند. تربیت چیزی نیست جز رابطه‌ای که ما با فرزندانمان برقرار می‌کنیم، فضایی که در آن احساسات، غرایز و افکار شکوفا می‌شود. حالا من باور دارم که فضایی تماماً برتافته از احترام برای فضیلت‌های ناچیز به طور نامحسوسی به اداوت و یا ترس از زندگی بیانجامد. فضیلت‌های ناچیز به خودی خود هیچ ربطی به عداوت یا ترس از زندگی ندارند، اما در مجموع و بدون فضیلت‌های بزرگ ایجاد فضایی می‌کند که دارای عواقبی است. نه اینکه فضیلت‌های ناچیز فی نفس قابل نکوهش باشد، بلکه ارزش آنها در درجه دوم است و نه بسیار ضروری. آنها نمی توانند بدون آنهای دیگر به تنهایی وجود داشته باشند و به تنهایی بدون آنهای دیگر غذایی مختصر برای طبیعت انسان محسوب می شوند. انسان طریقه اعمال فضیلت‌های ناچیز را در حد متوسط و وقتی که کاملا لازم الاجراست می تواند در اطراف خود ببیند و فورا درک کند، چون که فضیلت‌های ناچیز موضوعی بسیار همگانی و معمولی میل انسان هاست. اما فضیلت‌های بزرگ در هوا وجود ندارد و می بایست اولین جوهره رابطه ما با فرزندانمان باشد، اولین پایه تربیت. به علاوه بزرگ می تواند کوچک را هم در بر بگیرد، اما کوچک طبق قانون طبیعت به هیچ وجه نمی تواند بزرگ را در بر بگیرد. بیفایده است که سعی کنیم در روابطمان با فرزندانمان رفتار والدینمان نسبت به خودمان را در نظر بگیریم و تقلید کنیم. دوره جوانی و کودکی ما زمان فضیلت‌های ناچیز نبود، بلکه زمان کلمات محکم و پرسر و صدا بود که به تدریج ماهیت اصلی خود را از دست می‌داد.
حالا زمان کلمات آرام و ملایم است که شاید تحت لوای آن آرزوی توفیق دوباره شکوفا شود. اما آرزوی نامطمئن و سرشار ترس از تمسخر. بدین ترتیب خود را به ملاحظه و هوشیاری مجهز می کنیم. والدین ما نه ملاحظه را می شناختند و نه هوشیاری را. ترس از تمسخر را نمی شناختند. غیر منطقی و نامربوط بودند. اما هرگز متوجه این موضوع نمی شدند. مدام حرفهای متناقض می زدند. اما هرگز نمی پذیرفتند که تناقض می گویند. از چنان تحکمی در رابطه با ما سود می جستند که ما اصلا قادر به استفاده از آن نیستیم. شدت قوانینشان را که فکر می کردند از بین نرفتنیست با قدرت تمام بر ما تحمیل می کردند. با کلماتی گوش خراش گوشمان را کر می کردند. بحث ممکن نبود، چون به محض اینکه شک می بردند اشتباه کرده اند دستور می دادند ساکت شویم. مشت روی میز می کوبیدند و اتاق را به لرزه در می آوردند. ما آن رفتارها را به یاد داریم، اما نمی توانیم آنها را تقلید کنیم. ممکن است خشمگین شویم، مثل یک گرگ زوزه بکشیم، اما در نهایت پس از آن زوزه گرگ هقهقی هست پر هیجان، صدای بعبع یک بره. بنابراین ما مقتدر نیستیم، سلاحی نداریم. اقتدار در ما دروغ و یک تظاهر است. بسیار آگاهیم از ضعفمان، بسیار دلتنگ و نامطمئن، بسیار مطلع از بیمنطقی و نامربوط بودنمان، بسیار مطلع از عیوبمان. درونمان را بسیار نگاه کرده ایم و در خودمان چیزهای بسیاری دیده ایم و چون که اقتدار نداریم میبایست رابطه دیگری برقرار کنیم. امروزه که بحث و گفتگو بین والدین و فرزندان ممکن شده است، ممکن اما همواره سخت، همواره سرشار از پیش‌داوری های متقابل، از خجلت و خودداری از بروز احساسات، ضروری است که خودمان را در این گفتگوها آشکار کنیم که چه کسی هستیم. ناکامل، با این اعتقاد که آنها فرزندانمان به ما شباهت ندارند و قویتر و بهتر از ما هستند. از آنجایی که همه هر کدام به طریقی تحت ستم مسئله پول هستیم، اولین فضیلت ناچیزی که به فکرمان میرسد یاد دادن پسنداز به فرزندانمان است. یک قلک به آنها هدیه میکنیم و توضیح میدهیم که جمع کردن پول به طریقی که پس از ماها زیاد شود یک عالم پول چقدر زیباتر از خرج کردن است و چقدر زیباست که در مقابل میل به خرج کردن مقاومت کرد تا سرانجام بتوان چیز با ارزشی خرید. یادمان می آید که در دوران کودکی مان یک قلک مشابه دریافت کرده ایم، اما فراموش می کنیم که مزه پول جمع کردن در دوران کودکی ما مثل امروز وحشتناک و کثیف نبود، چون پول هرچه زمان می گذرد کثیف‌تر می شود. بنابراین قلک اولین اشتباه ماست. در برنامه تربیتی مان یک فضیلت ناچیز برقرار کرده ایم. آن قلک سفالی با قیافه‌ای بی خطر به شکل گلابی یا سیب برای ماها و ماها در اتاق فرزندانمان ساکن می شود و آنها به حضور آن عادت می کنند. به لذت انداختن پول در شکاف آن روز به روز عادت می کنند. عادت می کنند به پول جمع شده در داخل آن که آن تو در خفا و در تاریکی مثل دانه در بطن زمین رشد می کند. به پول علاقمند می شوند، ابتدا با معصومیت، همانطور که علاقمند می شویم به تمام چیزهایی که به لطف همت ما رشد می کنند، گیاهان یا حیوانات، و مدام اندیشیدن به آن شیء ارزشمندی که در یک ویترین دیده اند و همانطور که به آنها گفته ایم امکان خریدش با پولی که این گونه اندوخته شده است وجود دارد.
وقتی که قلک سرانجام شکسته شد و پول خرج شد، بچه ها احساس تنهایی و غم می کنند. دیگر پولی در اتاق محفوظ در شکم سیب نیست و دیگر رنگ صورتی سیب هم وجود ندارد. در عوض شیئی وجود دارد که مدتها در ویترین با علاقه زیر نظر بوده است و ما اهمیت و ارزشش را تحسین کرده بودیم. اما حالا در اتاق پس از آن همه انتظار و پول زیاد خسته کننده و ساده به نظر می آید. بچه ها از این دلشکستگی نه پول را بلکه همان شیء را متهم می کنند. چون که پول از دست رفته تمامی وعده های فریبنده خود را در ذهن حفظ می کند. بچه ها تقاضای یک قلک نو خواهند کرد و پول های تازه‌ای برای اندوختن و افکار و توجه بیهوده‌ای را متوجه پول خواهند کرد. پول را به اشیاء ترجیح خواهند داد. بد نیست که دوچار دل شکستگی شده باشند. این بد است که خود را بدون همراهی پول تنها احساس کنند. نباید پسنداز را آموزش دهیم، باید به خرج کردن عادت دهیم. باید همیشه کمی پول به بچه ها بدهیم. مبالغ کوچک بی اهمیت. برانگیختنشان برای بلافاصله خرج کردن و آنطور که دلشان می خواهد. وسوسه زود گذر را تعقیب کردن. بچه ها چیزهای بی ارزشی خواهند خرید که زود فراموششان خواهند کرد. همانطور که فوراً پول خرج شده را به سرعت و بی تعمق فراموش خواهند کرد. پولی را که به آن علاقمند نشده بودند. با یافتن آن خرت و پرت ها در دستانشان که به زودی شکسته خواهد شد، بچه ها کمی افسرده خواهند شد. اما به سرعت فراموش خواهند کرد. هم آن افسردگی را و آن خرت و پرت ها را و هم آن پول را. حتی پول را به چیزی گذرا و احمقانه ربط می دهند و فکر خواهند کرد که پول احمقانه است، چرا که این فکر مقتضای دوران کودکی است. بهتر است که بچه ها در سالهای اول زندگیشان بدون اینکه پول را بشناسند زندگی کنند. گاهی این موضوع اگر خیلی فقیر هستیم غیر ممکن است و اگر خیلی پول داریم سخت است. با وجود این وقتی خیلی فقیریم، وقتی پول به شدت وابسته به موضوع حیاتی روزمره است، مسئله مرگ و زندگی، آن وقت پول در چشمان یک کودک تبدیل به غذا، زغال یا لباس می شود که در این صورت روحش را مخدوش نمی کند. اما اگر متوسط هستیم، نه پولدار و نه فقیر، مشکل نیست که بگذاریم یک بچه در کودکی بدون اینکه خوب بداند پول چیست و اصلا به آن دقت کند زندگی کند. اما با وجود این ضروری هم هست که نه خیلی زود و نه خیلی دیر این ناآگاهی را از بین ببریم و اگر دارای مشکلاتی اقتصادی هستیم ضروری است فرزندانمان را نه خیلی زود و نه خیلی دیر در جریان قرار دهیم. بنابراین درست آن است که در نگرانی های ما و دلایل ما برای خرسندی و برنامه های ما و تمام آن چیزی که مربوط به زندگی خانوادگی می شود سهیم شوند و عادتشان بدهیم که پول خانوادگی را مانند چیزی که به طور مساوی متعلق به ما و آنهاست تلقی کنند، نه این که فقط برای ما و نه برای آنها و یا بالعکس. می توانیم حتی دعوتشان کنیم که محتاط باشند و برای پولی که خرج می کنند هوشیار باشند و دعوت به این طریق برای پسنداز دیگر حرمت گذاشتن به فضیلتی ناچیز نیست. دعوتی مبهم به چیزی نیست که مثل پول خود به خود دارای شایستگی باشد، بلکه یادآوری است به بچه ها که پول چندانی در خانه نیست. دعوتی است که احساس کنند بزرگند، مسئول در قبال چیزی که متعلق به ما و به آنهاست. چیزی نه به طور خاص زیبا و نه دوست داشتنی، اما جدی، چون که وابسته به نیازهای روزمره ماست
اما نه خیلی زود و نه خیلی دیر، و راز تربیت در تخمین زمان نهفته است. محتاط بودن با خود و سخاوتمند بودن با دیگران، این یعنی داشتن رابطه‌ای درست با پول، آزاد بودن در قبال پول، و شکی نیست در خانواده‌هایی که پول به دست می آید و به راحتی خرج می شود، جایی که مثل آب شفاف چشم جریان دارد و عملاً چیزی به عنوان پول وجود ندارد، تربیت یک بچه برای چنین تعادلی، برای چنین آزادی آسان‌تر است. موضوع آنجا بغرنج می شود که پول وجود دارد و خیلی هم وجود دارد، آبی سنگین و راکد که کف و بو متساعد می کند. بچه ها به زودی از حضور این پول در خانه آگاه می شوند، از این قدرت پنهانی که درباره‌اش هرگز به وضوح صحبت نمی شود، بلکه با صحبت بین خودشان به آن اشاره می کنند، با نامهای بغرنج و اسرارآمیز، با خیرگی سنگینی در چشمان، با چینی عبوس بر گوشه لبها. پولی که فقط در کشوی میز قرار داده نشده است، بلکه معلوم نیست در کجا روی هم انباشته می شود و هر لحظه امکان دارد دوباره توسط زمین مکیده شود و بدون جبران محو گردد و خانه و خانواده را ببلعد. در چنین خانواده‌هایی بچه‌ها مدام مورد نصیحت قرار می‌گیرند تا با امساک خرج کنند. مادر هر روز به توجه و صرفه‌جویی دعوتشان می‌کند و پول خوردی برای تراموا به آنها می‌دهد و در نگاه مادر نگرانی سنگینی وجود دارد و بر پیشانیش چینی عمیق که همیشه به هنگام پیش آمدن موضوع پول ظاهر می‌شود. وحشت بزرگی وجود دارد که تمامی پول در هیچ ذوب شود و اینکه آن مختصر پول خردها هم معنای اولین غبارهای سقوطی قریب الوقوع و مرگ آفرین را بدهد. فرزندان چنین خانواده هایی غالباً با لباس های مستعمل و کفش های فرسوده به مدرسه می روند و گاهی برای یک دوچرخه یا برای یک دوربین عکاسی، اشیایی که برخی از دوستان حتما فقیرترشان از مدتا پیش در اختیار دارند، بیهوده آهای بلند می کشند. و بعد وقتی دوچرخه‌ای که آرزو دارند به آنها هدیه می شود، این هدیه همراه است با سفارش های جدی که خراب نشود و چیزی این چنین قشنگ را به کسی قرض ندهند، چون که خیلی پول بالایش رفته است. فراخوان به مقتصد بودن در خانه همیشگی و مداوم است. برای کتاب‌های مدرسه دستور جهت خرید کتاب‌های دست دوم و دفترچه‌های معمولی است. این موضوع در پاره‌ای از موارد اتفاق می‌افتد، چون پولدارها اغلب خسیس هستند و چون که خود را فقیر می‌پندارند. اما خصوصاً مادرها در خانواده‌های پولدار کم و بیش به طور ناآگاهانه از عواقب پول ترس دارند و سعی می کنند بچه ها را با باوراندن عادات ساده، حتی به عادت دادنشان به محرومیت های ناچیز، از آنها محافظت کنند. اما اشتباهی بهتر از این نیست که بچه ای را با چنین تضادهایی به زندگی واداشت. پول در همه جای خانه با زبان مشخصش حرف می زند. در ظروف چینی حضور دارد، در مبلمان، در نقرجات گران قیمت، در مسافرت های راحت حضور دارد، در ییلاق رفتن های با شکوه، در سلام های دربان، در مراسم خدمتکارها، در گفتگوهای والدین حضور دارد. چین روی پیشانی پدر است، در تردید سنگین نگاه مادرانه. پول همه جا هست، لمس نکردنی، چون که به طور وحشتناکی شکننده است، چیزی که نمی شود با آن شوخی کرد، راز و نیازی الهی که نمی شود جز به نجوا به آن پرداخت. و برای تجلیل این الهه، برای نرنجاندن بی تحرکی غم‌انگیزش، می بایست پالتوی سال پیش را که تنگ شده است پوشید. درس ها را در کتاب های پاره و تکه تکه خواند.
و با دوچرخه آن دهقان تفریح کرد. در صورت پولدار بودن، اگر می‌خواهیم فرزندانمان را برای عادات ساده تربیت کنیم، باید کاملا روشن باشد که تمام پول اندوخته با بکار بردن چنین عاداتی بدون امساک خرج آدم‌های دیگر می‌شود. چنین عاداتی در صورتی که خست یا ترس نباشد، بلکه انتخابی آزاد، فقط یک جهت دارد: ساده لوحی در میان ثروت. بچه چنین خانواده پولداری اعتدال را نمی آموزد، چون که لباسهای پاره تنش می کنند، یا چون که سیبهای سبز برای عصرانه به او می خورانند، یا چون که از دوچرخهی که مدتها آرزویش را داشته است محروم می شود. آن اعتدال در میان ثروت یک تظاهر محض است و تظاهر همیشه بد آموزنده است. به این طریق فقط خست را خواهد آموخت و ترس از پول را. محروم کردنش از دوچرخه‌ای که آرزو دارد و می توانیم برایش بخریم، کاری جز شلاق زدنش جهت چیزی مشروع برای یک بچه نیست. کاری نمی کنیم جز اینکه کودکی او را به نام قانونی مبهم بدون توجیه واقعیت غمگین کنیم و به طور پنهان در مقابل او تأکید می کنیم که پول بهتر از دوچرخه است، در حالی که ضروری است او بداند که دوچرخه همیشه بهتر از پول است. دفاع واقعی از ثروت به معنای ترس از ثروت، از شکنندگیش و از عواقب ناگواری که می تواند داشته باشد نیست. دفاع واقعی از ثروت بی تفاوتی برای پول است. برای عادت دادن یک بچه به این بی تفاوتی، طریقی دیگر جز دادن مقداری پول برای خرج کردن وجود ندارد وقتی که پول وجود دارد. چون که باید یاد بگیرد بدون تأسف و بدون افسوس از آن جدا شود. به نظرم این چنین یک بچه عادت به داشتن پول برای خرج کردن می کند و نمی تواند از این کار خودداری کند. اما اگر فردا دیگر پول دار نباشد چه خواهد کرد؟ پس نداشتن پول وقتی که خرج کردنش را یاد گرفتیم، وقتی که یاد گرفتیم چطور پول به سرعت از دست می رود، آسان‌تر است. و چشم پوشیدن از پول وقتی که خوب آن را شناختیم بهتر است، و نه هنگامی که در کودکی به آن احترام و ترس بخشیدیم و حضورش را در اطرافمان احساس کردیم و اجازه نداشتیم سرمان را بلند کنیم و در صورتش نگاه کنیم. به محض اینکه فرزندانمان شروع می کنند به مدرسه رفتن، اگر خوب درس بخوانند، ما بلافاصله قول می دهیم به آنها پول جایزه بدهیم. این کار اشتباه است. ما به این ترتیب پول را که چیز بی اصالتی است، با چیزی قابل تحسین و با ارزش که همان تحصیل و لذت از آگاهی است می آمیزیم. پولی را که به فرزندانمان می دهیم باید بدون موردی داده شود، باید با بی تفاوتی داده شود تا یاد بگیرند با بی تفاوتی دریافتش کنند، و باید داده شود نه برای اینکه یاد بگیرند دوستش داشته باشند، بلکه یاد بگیرند که دوستش نداشته باشند و خصلت واقعیش را و اهمیتش را برای برآوردن واقعی ترین آرزوهایی که جنبه روحانی دارد درک کنند. ما با اهمیت بخشیدن به پول تا مقام جایزه به عنوان نقطه پایان و هدفی برای دستیافتن به آن جایگاه اهمیت و اصالتی می بخشیم که نباید برای فرزندانمان داشته باشد. به طور تلویحی بر این اصل دروغین سهه می گذاریم که پول نقطه نهایی و حرف آخر است، در حالی که پول باید به عنوان دستمزد و یک کار درک شود، نه حرف آخر بلکه دستمزد آن، یعنی اعتبار مشروع آن. و مشخص است که زحمات تحصیلی بچه ها نمی تواند دستمزد داشته باشد. اشتباه کوچکی است، به هر حال یک اشتباه است که به فرزندان در عوض خدمات کوچک خانگی و وظایف ناچیز پول داده شود. اشتباه است
چون که ما کارفرمای فرزندانمان نیستیم. پول خانواده همانقدر که مال ماست، مال آنها هم هست. آن خدمات ناچیز، آن وظایف کوچک میبایست بی تلافی و با همکاری دلخواه در زندگی خانوادگی باشد و در کل فکر میکنم که میبایست در وعده جایزه دادن و اعمال تنبیه بسیار محتاط باشیم، چون که زندگی به ندرت جوایز و تنبیه هایی خواهد داشت. معمولا ایثار هیچ جایزه‌ای ندارد و گاهی هم اعمال بد بی تنبیه میماند، اما گاهی هم به وفور با موفقیت و پول جبران میشود. بنابراین بهتر است که فرزندانمان از کودکی بدانند که خوبی تلافی نمیپذیرد و بدی توبیخ میپذیرد و با وجود این احتیاج است که به خوبی عشق ورزید و از بدی نفرت داشت و برای این هیچ توضیح منطقی امکان پذیر نیست. عادت داریم به بازده تحصیلی فرزندانمان اهمیتی بدهیم که کاملاً بی اساس است و این هم چیزی جز احترام به فضیلت ناچیز موفقیت نیست. باید برای من کافی باشد که از دیگران خیلی عقب نمانند و در امتحانات مردود نشوند، اما ما از این موضوع خوشحال نمی شویم. از آنها موفقیت می خواهیم، می خواهیم که مایه مباهات ما شوند. اگر در مدرسه تنبل باشند یا خیلی ساده آنچنان که ما متوقعیم نباشند، بلا فاصله بین آنها و خودمان پرچم نارضایی پایداری را می افرازیم. لحن صدایمان را مثل کسی که از اهانتی شکوه کند قهرآلود و گلایه‌آمیز می کنیم. بنابراین فرزندانمان دلخور از ما دور می شوند. یا اینکه در اعتراضاتشان علیه معلم هایی که آنها را نفهمیده اند همدلی می کنیم. با آنها به عنوان قربانیان بی عدالتی رفتار می کنیم و هر روز تکالیفشان را تصحیح می کنیم. حتی موقعی که تکالیفشان را انجام می دهند کنارشان می نشینیم، با آنها درس می خوانیم. مدرسه برای یک بچه در واقع از همان آغاز می بایست اولین نبرد به تنهایی برای مقابله باشد بدون ما. از ابتدا می بایست روشن باشد که آنجا صحنه نبرد اوست، جایی که ما نمی توانیم مگر کاملا به طور اتفاقی و ناچیز کمکشان کنیم. و اگر در آنجا متحمل بی عدالتی می شوند یا درک نمی شوند، باید گذاشت بفهمند که هیچ چیز عجیبی نیست، چون که در زندگی باید مدام منتظر درک نشدن، نادیده انگاشته شدن و قربانی بی عدالتی شدن باشیم و تنها چیزی که مهم است این است که خود ما مرتکب بی عدالتی نشویم. موفقیت ها و عدم موفقیت های فرزندانمان را با آنها تقسیم کنیم، چون که دوستشان می داریم. درست به همان طریق و به طور مساوی وقتی که آنها به تدریج بزرگ می شوند، موفقیت ها و عدم موفقیت ها، شادی ها و نگرانی های ما را تقسیم می کنند. دروغ است که آنها در مقابل ما وظیفه داشته باشند، در مدرسه زرنگ باشند، بیشترین تلاششان را صرف تحصیل کنند. وظیفه آنها در قبال ما از آنجایی که راهی تحصیلشان کرده ایم فقط پیش رفتن است. اگر بهترین استعدادشان را بخواهند نه در مدرسه بلکه در چیز دیگری که به آن علاقه مندند، در جمع آوری سوسکا یا تحصیل زبان ترکی صرف کنند، مسئله خودشان است و هیچ حق نداریم آنها را سرزنش کنیم و نشان دهیم که غرورمان جریحه دار شده است و رضای خاطرمان برباد رفته است. اگر بیشترین تلاششان را حالا نمی‌خواهند در چیزی صرف کنند و روزها را پشت میز در حال جویدن یک قلم می‌گذرانند، حتی در این مورد هم حق نداریم آنها را خیلی سرزنش کنیم. از کجا معلوم؟ شاید آن چیزی که به نظرمان بیهوده می‌آید در واقع خیال و تعمقی است که فردا به بار خواهد نشست. اگر به نظر می آید که تمامی نیرو و استعدادشان را با دراز کشیدن روی مبل
و خواندن رمان‌های احمقانه یا با هیجان در زمین فوتبال صرف می‌کنند، باز هم نمی‌توانیم بفهمیم آیا واقعاً نیرو و استعدادشان را هدر می‌دهند یا این هم فردا به شکلی که حالا برایمان روشن نیست به بار خواهد نشست. چون که امکانات روح بی‌نهایت است. اما ما والدین نباید از عدم موفقیت آنها به وحشت بیفتیم. سرزنش‌های ما می‌بایست مثل وزش باد یا طوفان باشد، شدید اما فوراً فراموش شود، نه آنقدر که بتواند کنه روابط ما با فرزندانمان را تیره کند و شفافیت و آرامش را مکدر سازد. ما برای تسلای خاطر فرزندانمان هستیم اگر عدم موفقیتی آنها را آزرد، برای دل و جرأت دادن به آنها هستیم اگر عدم موفقیتی آنها را تحقیر کرد، و برای این هستیم که اگر موفقیتی آنها را مغرور کرد به فروتنی دعوتشان کنیم. برای این هستیم که مدرسه را در حد معمول و کوچکش تقلیل دهیم و چیزی نتواند آینده را در گروه خود بگیرد. برای پیشکشی ساده از وسایلی که شاید انتخاب یکی از آنها به درد فردا بخورد. آن چیزی که در تربیت باید برایمان مهم باشد این است که هرگز عشق به زندگی در فرزندانمان کاسته نشود. این میتواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد و گاهی بچه‌ای بی علاقه، منزوی و خجالتی نه بدون عشق به زندگی است و نه تحت فشار ترس از زندگی، اما خیلی ساده در حالت انتظار آماده مهیا کردن خود برای علایق خود است. و آیا علایق یک موجود انسانی جز بالاترین بیان عشقش به زندگی چیز دیگری هم هست؟ بنابراین ما باید در کنار او منتظر باشیم که علایقش بیدار شود و شکل بگیرد. رفتار او میتواند شبیه رفتار موش کور یا مارمولک باشد که بی حرکت میماند و خود را به مردن میزند، اما در واقع نفس میکشد و رد پای حشره را که با یک جهش خودش را روی آن میاندازد پی می‌گیرد. ما در کنار او اما در سکوت و کمی به فاصله باید منتظر جهش روح او باشیم. نباید مطالبه چیزی کنیم، نباید بخواهیم یا امیدوار باشیم که یک نابغه باشد، یک هنرمند، یک قهرمان، یک قدیس. با وجود این باید آماده همه چیز باشیم. انتظار ما و صبر ما باید امکان برترین و معمولی ترین سرنوشت را در بر داشته باشد. علاقه و اشتیاقی سوزان و منحصر به فرد برای چیزی که هیچ ربطی به پول نداشته باشد، آگاهی از توان انجام کاری بهتر از دیگران و عشق ورزیدن به این چیز، بیش از همه برای یک بچه پولدار تنها و یگان امکانی است که اصلاً به پول وابسته نباشد و در مقابل پول آزاد باشد و بین دیگران نه از ثروت احساس غرور کند و نه از آن خجالت بکشد. او حتی متوجه لباسهایی که می پوشد و آداب و رسومی که او را محصور کرده است نخواهد شد و فردا برای هر گونه محرومیتی توانا خواهد بود، چون که تنها گرسنگی و تنها تشنگی در او همان اشتیاقی خواهد بود که هر چیز بی اهمیت و موقت را خواهد بلعید و او را از هر عادت یا رفتاری که در کودکی شکل گرفته است بری خواهد کرد و خود بر روحش حکم خواهد راند. علاقه تنها سلامتی و ثروت واقعی انسان است. چه امکاناتی برای بیدار کردن و برانگیختن آغاز و رشد علاقه در فرزندانمان داریم؟ چندان امکاناتی نداریم و با وجود این شاید پاره ای امکانات داشته باشیم. آغاز و رشد یک علاقه فضا می طلبد. فضا و سکوت. سکوت آزاد فضا. رابطه‌ای که بین ما و فرزندانمان در جریان است که باید تبادل زنده افکار و احساسات باشد و با وجود این باید بخش‌های عمیق سکوت را هم در بر بگیرد. باید رابطه درونی باشد و با این حال با درونیات آنها به شدت آمیخته نشود. باید تعادلی صحیح بین سکوت و کلمات باشد. ما باید برای فرزندانمان مهم باشیم
و با این حال نه خیلی مهم، باید کمی دوستمان داشته باشند و با این حال خیلی دوست نداشته باشند، تا به سرشان نزند که این ما شوند و در حرفه‌ای که انجام می دهیم تقلیدمان کنند و در دوستانی که در زندگی انتخاب می کنند تصویر ما را جستجو کنند. ما می بایست با آنان رابطه دوستانه داشته باشیم، در این حال نباید خیلی دوست آنها باشیم، تا برایشان داشتن دوستان واقعی که بتوانند موضوعاتی را که به ما نمی گویند به آنان بگویند سخت نباشد. جستجوی آنان برای یافتن دوست، زندگی عاشقانه، زندگی مذهبی و جستجوی آنان برای یافتن یک علاقه ضروری است که محاط در سکوت و سایه باشد و جدا از ما اتفاق بیفتد. به من گفته خواهد شد که بنابراین صمیمیت ما با فرزندانمان بسیار ناچیز می شود، اما در رابطه ایمان با آنان باید رؤوس تمام این چیزها و زندگی مذهبی و زندگی فکری و زندگی عاطفی و قضاوت درباره موجودات انسانی به طور خلاصه وجود داشته باشد. ما برای آنان باید نقطه حرکت ساده‌ای باشیم و سکوی پرشی پیشکش آنان کنیم تا از آن بپرند و اگر کمکی ضروری باشد کمکشان کنیم. آنها باید بدانند که به ما تعلق ندارند، اما ما به آنها متعلقیم. همیشه در اتاق کناری حاضر و آماده، آماده پاسخ دادن به هر استنتاق ممکن، به هر تقاضا، تا آنجا که می توانیم. و اگر خود ما دارای علاقه هستیم، اگر به آن خیانت نکرده ایم، اگر در طول سالها عشق به آن را و خدمت به آن را با شور و شوق پی گرفته ایم، می توانیم احساس مالکیت را در عشقی که نسبت به فرزندانمان داریم از قلبمان دور کنیم. اما اگر دارای علایقی نیستیم یا ترکش کرده ایم و به خاطر بیتفاوتی یا به خاطر ترس از زندگی یا به خاطر یک عشق لطیف اشتباه یا به خاطر فضیلتی ناچیز که در ما وجود دارد به آن خیانت کرده ایم، آنگاه به فرزندانمان چنگ می اندازیم مثل غریقی به تنه درخت و به شدت از آنان می خواهیم که تمام آنچه را که به آنها داده ایم به ما پس بدهند، تمام و کمال آن چیزی باشند که ما می خواهیم و از زندگی آن چیزی را کسب کنند که ما فاقدش بوده ایم. سرانجام از آنان آن چیزی را می خواهیم که فقط علاقه خود ما می توانسته است به ما بدهد، که کاملا از آن ما باشند. و انگار چون یک بار آنان را به وجود آورده ایم، همچنان می توانیم تمام عمر صاحب اختیارشان باشیم. می خواهیم که کاملا از آن ما باشند، انگار که ربطی به موجودی انسانی نداشته باشند و چیزی باشند غیر مادی. اما اگر خود ما علایقی داریم، اگر انکارش نکرده ایم یا خیانت به آن نکرده ایم، بنابراین می توانیم بگذاریم تا آنان خارج از ما به آرامی جوانه کنند، محصور در سایه و فضایی که جوانه یک علاقه، جوانه یک موجود به آن نیازمند است. این شاید تنها امکان واقعی است که آنان را در یافتن علاقه‌ای کمک کنیم و خود علاقه‌ای داشته باشیم، آن را بشناسیم، به آن عشق بورزیم و با شور و شوق به خدمتش همت گماریم، چون عشق به زندگی باعث عشق به زندگی می شود.